برنامه صبح زندگی خوش آمده نزیزان و امیدوارسم از هر لحظه امروز برنامه ما لذت برده باشین و تشکر از امروی همه عزیزان ما که در صفحه فیسبوک صبح زندگی نظریات خوب خدا همیشه با ما شریک میسازن و ما هم جای میتیم به نظریاتون در برنامه و خیلی ارزشمند است هر نظری که شما و هر کامنت که شما در پست های گناگون صبح زندگی بر ما میتین حالا بخش فکر و هدیه ناصری فعال بخش با ما حسن. و امروز قرار است در رابطه با که چطور دختر خانم ها از اوقات بیکاری خود استفاده بکنن و یک چیز آشکار و معلوم دار به همه ما شماست که در دو سال یا سه سال اخیر تمامی دختر خانم ها از فعالیت های خود ماندن خانم ها از کارهای خود ماندن و آم، انگوش شمار از دختر خانم ها و خانم هایی هستند که دوباره با پای خود ساز شدن کارهای شخصی جور کردن ولی بیشتر از دختر خانم ها هستند که هنوز نمیفهمند چطور بتانن از اوقات بیکاری خود استفاده خوب بکنن و جلوه افسردگی خود را بگیرن که در رابطه بیشتر بر ما شما هدیه جان معلومات میتن حدیه جان خوش آمدین صبح شما بخیر سلامت صبح شما بخیر دیگران از نظر چفتند و خب سلام عرض ادب خدمت شما و سیده جان قند و تمام بینیده های عزیز ما که در سراسر سر کشور ما را بینیده هستند دیگه امید صبح خوب خوش را آغاز کرده باشین و از گزند روزگار در امان باشین بسیار تشکر هدیه جان چقدر یک رنگ مقبول امروز پوشیدید سلام از چشمایتون زیبا میبینم زیبا هستن خب امروز یکی از موضوعات بسیار خوب و مهم را انتخاب کردیم اول میخواین درباره هدیه بفهمم که چه چو چیزها رو از دست دادی خب آخر. ای مربوط ما تنانا میشه فکر میکنم که بیشترین از دوستداران علم و فرهنگ و همچنان تمام بانوان عزیز ما چیزایی را که دوست داشتن در بسیار وقت کم با به یک چشم زدن از دست دادن که ما هم از او جمله دخترایی هستم که با تمام آرزوهایی که داشتم یعنی به بسیار اندک و انو چیز مورزه دادم خوب بازم خواستم سر پای خود استاد باشم و یک کار را انجام بدم تا که یمی یعنی دپریشن و افسردگی مرا نگیره پس بنابر این من گفتم میتونم که برالوی از که با تاسف زیاد چون از پنتون محروم شدیم و دیگه نتونستم درس بخونم اما بازم من تلاش و پشت کار خود ادامه دادم من فعلا مصروف درس خواندن هستم انگلیسی یاد میگیرم و یک چون می زبان انگلیسی در هر جای بسیار مهمی باشه وید گرفتن از او بسیار, بسیار کار نیک و خوب و بجایی است و برای از او دروس آنلاین خود می که یک رشته کاملا متفاوت که رشته جورنالیسم است نو شروع کردیم و با پناه به خدا می که این رشته را ادامه بدم و با اوج قله های موفقیت هم برسم ان شاء الله چقدر کارهای خوب و قدرتمند را انجام می دهی هدیه سلام جان سلامت حالا میایم روی دختران دیگه دخترانی که البته همه ما دختران با وجود تمام قدرت های خود بعضا احساس ضعف میکنیم و او یک چیز بسیار نرمال عادی است که در زندگی بر هم ما پیش می بعض اوقات خوب نمی باشیم و احساس ناتوانی میکنیم ولی بیشتر از دختر خانم ها آینده خود تاریک میبینن و احساس ناتوانی میکنن و فکر میکنن که دیگه هیچ کار نمیتونن به نظر خودت چطور از اوقات بیکاری خود به خاطر رشد شخصیت خود استفاده بکنیم خب این بسیار گپ معلوم دار و آشکار است ما برای او آن از دختران و بانوان عزیز ما چند گفتنی کوتاه و همچنان پرمفهوم دارم کانا فکر میکنن که زندگی الان به می قسمت وابسته است و تمام چیز و تمام درهای زندگی برایشان بسته است الان که یک قسم نمی باشه. زندگی دو نیمه است که نیمه اول در انتظار نیمه دوم می باشد و نیمه دوم متاسفانه در حسرت های نیمه اول است که میگی ای کاش من این کار را ای کاش ام وقت که ما بیکار بودم و فارغ از کار بودم یک کار دیگر می آموختم یک شغل دیگر می آموختم یک چیز نو جدید یاد می گرفتم و مهارت های را زیاد میکردم و افزوده میکردم در این شرایط فیلی هم دختران ما و بانوان ما نیاز دارن که یک چیز جدید بیاموزن به طور مثال ما گفتم بسیاری از دوست های مدارم که برای از که از درس و تحصیل ماندن آنها پیشگام بودن در عرصه های دیگه. مثل از اینکه آنها با علایق خود شوق اختیارات دیگر پیش زمینه کردن کس خوش داره که رسامی را بیاموزه پس در این هنر میتونه بسیار کوشش هایی که خود کنه و میتونه جایی بره و را بیاموزه و بسیار تورادی و, ای و نرمال ایره انجام بده هدیه چطور بتوانیم که جلب افسردگی خود بگیریم جلب ناامیدی که در وجود تمام دختران فعلا به وجود آمده جلب از بگیریم خب طریقه های مختلف وجود داره که ما میتونیم جلب و و همچنین افسردگی خود بگیریم ما لازم میدونم که اول کاتگوری های مختلف افسردگی را با انها آشنا شیم تا بتونیم جلو از اینا را گرفته بتونیم ما سه کاتگوری مختلف در دپریشن و افسردگی داریم که یک کاتگوریش افسردگی شدید می باشه اون از افراد لازم و ملزوم هستن که پیش یک دکتر برن و گفته هایی که در دلشان است میتونه با دکتر پیشکش کنن آن ده از افرادی که با نورمال و حد خفیف افسردگی دارن میتونن با زندگی کنن اما زندگیشو نامنظم می باشه تا اون مثال ما وقتی که در یک سرک مپرایم می میبینیم مردما با تا می میبینیم که تمام عمود دپریشن و افسردگی در شان لازم و ملزوم بوده و عمود دپریشن دیده میشه در چون که مردم ما مردم ما یک مردم, ها مردم, ها مردم, ها مردم ها رنج دیده هستن و تمام عمود دردهایشان با تا ورودی دیده میشه مدبت اوقات منظم باید جور کنیم تقسیم اوقات منظم ما را میتونه که به کارهای خود خوبتر رسی، رسیدگی کنیم و تا مثلا ما وقتی که تقسیم اوقات میبینیم میگیم الان وقت نان خوردن است پس باید بریم نان بخوریم بعد از این میگیم او وقت مطالعه کردن است باید ما مطالعه کنیم چون سطح دانش ما افزایش میافه و همین قسم وقت کمک کردن است وقت نماز خواندن است وقت عبادت است همه چیز در جایش منظم و با طبق روال عادی پیش میره و غیر ما میتونیم علایق خدا در پیش بگیریم ما ایرا باید برتون بگویم کسی یک چیز داشته باشه حتما او را به اوج موفقیت خود میرسونه و حتما او را در راه مثبت به خرج میده تا که ما میفهمیم که خواستن حضرت یوسف رو بکشن اما نمرد خواستن که حضرت یوسف برای کسی باشد اما میبینیم که او پاچا شد بس بفهمین که اراده الله فراتر از تمام اراده های دنیاست. دنیا است. بس تا که میتونین با عزم و اراده باشین و هرگز ناامیدی را در قلب و روحتان جای ندین بله یک حرف و یک جمله زیبا را گفتی هدیه جان میگه که نقشه های خداوند همیشه از نقشه هایی که ما به زندگی خود میکشیم پلان هایی که ما به زندگی ما داریم قشنگتر و زیباتر است پس قسمی که هدیه جان هم گفتن باید به خداوند ایمان داشته باشیم و صد, در صد. زحمت بکشیم و کوشش بکنیم تا مو جمله عام در بین هم ما که تا که حرکت نکنی برکت, برکت, برکت حرکت کو که خدا جل جلاله ها هم در کارهایت برکت بندازن خب هدیه جان چقدر خانواده ها میتونن نقش داشته باشن در ای زمینه که حمایت بکنن کمک بکنن حداقل نمونن که دختران افسرده شوند خب طبعا ما می فهمیم که نقش فامیل ها در این بسیار مهم و ارزنده می باشد وقتی که فامیل ها با فرزندان خود صحبت میکنند و یک روحی بسیار کاملا سازگار و مطابق جامعه را به فرزندان خود پیشکش می کنند طبعا ما می بینیم روحی فرزندان هم بالا می رود و همین حرفایی که پدر و مادر می باشد که ما می تونیم یک امید در وجود ما روزانه پیدا کنه که و بتونیم به زندگی خود مطابق نورمال ادامه بدیم چون که ما نیز یک شیر میخوایم کوتاه بگویم صد نامه فرستادم و صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخونی خدا هم این شیر اکه تا ورته میفهم شاوید منظور از این شریی بودا که صد راه را بهتون نشون داد صد طریقه را برتون نشون داد کو تا پیغمبر هر ما چیز غزی آشکار پیشوت است پس چروا استفاده نه میکنی یک راه حتمی است تو باید ازمی اوقات فراغتت به طور درسته استفاده کنی باید مشوره فامیله داشته باشی واز مشوره های نیکشن به طور موثر استفاده کنی عمو مشوره های نیک است که تو میتونی راي ته پیدا کنی و میتونی به طور درسته استفاده کنی هرگز و هرگز نو امید نباشی و از طریقه هایی سودمند فامیل هم است بله واقعا بسیار تشکر هدیه جان از حرف های زیبایی از نظریات باشید. خوبه از راهکارهایی که بر ما بیننده ها نشان دادین چی پیام داری هدیه جان خب، پیام ما به بانوان و دختران عزیز میباشه چون آه، ما میفهمم که در شرایط کنونی همه امید شدن و ای یک چیز عام و عادی می باشه. اما هرگز باید امید خود از دست ندن دست دست نزنن به این که زندگی چرا در همین مسیر روبرو است ما می که شرایط در حال تغییر است هیچ گاهی یک شرایط در یک جای باقی و سازگار نمی باشه. ما ما های ان شاء الله مکتب باز میشه پس خوش باشین خنده کنین موفقیت از آن خود کنین و همیشه کوشش کنین که به یک جای برسین کوشش کنین که خود بسازین چون زندگی دیگه این فرصت به شما نمیده دقیقاً بسیار تشکر هدیه جان نصیری که با برنامه ما اومدید ان الله که شما هم همیشه موفق باشین تشکر از همراهی شما هم وقت هم میگیریم برمیگردیم و منتظر دومین گزارش زنده از حفیظ جان حتما باشین که باز هم به یکی از نقاط شهر کابل رفته و قرار دومین گزارش زنده از حفیظ امیری را هم داشته باشیم که شما هم میتونن بیننده گزارش حفیظ جان باشن در ادامه برنامه انشالله که موقعتشان هم خوب باشه و انترنت ضعیف نشه و بتوانیم که تصویر جان هم به خوبی و درستی داشته باشیم حالا وقفه داریم برمیگردیم به ادامه برنامه